پشت پرده داستان جدایی یک شاه و یک وزیر. کودتایی که طبق اسناد بیشتر به آمریکا نسبت داده می شود. اگرچه به نقش انگلیس در این عملیات هم کمابیش اشاره شده، اما این کشور تا کنون اسناد آن دوره را منتشر نکرده. حالا مشخص شده طراحی و اجرای نهایی کودتا بر عهده سازمان جاسوسی بریتانیا بوده و مأمور ویژه MI6 در ایران نورمن داربیشایر. مسئولیت کودتا از طرف ما بر عهده من بود. ریشه این ماجرا زیر زمین جنوب ایران بود. نفت. بر اساس قرارداد دارسی 84% از درآمد حاصل از استخراج و فروش نفت به انگلیس می رسید و 16% به ایران. تلاش برای ملی کردن صنعت نفت روابط ایران و انگلیس را تیره کرد. مصدق که با رأی مجلس نخست وزیر شده بود به دنبال کنار گذاشتن انگلیس از نفت ایران بود. وقتی مذاکرات نتیجه نداد، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا پرونده را به شورای امنیت برد. مصدق هم برای دفاع به نیویورک رفت. خوشحالم که به آمریکا آمدم تا در شورای امنیت از کشورم دفاع کنم و از نتیجه خیلی راضیم. روابط حسنه مصدق با ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، در این سفر روشن‌تر شد. گام بعدی انگلیس تخلیه آبادان بود، با این امید که چرخ نفت ایران از حرکت باز بایستد. نورمن داربیشایر، مأمور 29 ساله انگلیسی که میتوانست فارسی حرف بزند، از مأموریتش گفت. برو اونجا به سفیر هم اطلاع نده. پول و هر چیزی که نیاز داری رو از اینتلیجنس سرویس بگیر و مصدق رو قانونی یا شبه قانونی پایین بکش. او چند صد هزار پوند خرج خریدن نمایندگان مجلس کرد. مجلس اینطور خرج میشد. یک رأی رو میخری و وقتی رأی گیری به پایان میرسه، اگه به اندازه کافی خرج کرده باشی نتیجه میگیری. بهمن ماه سال 1330 انگلیس سراغ دیوان دادگستری لاهه رفت. 4 ماه بعد مصدق در هلند از ایران دفاع کرد و رأی دادگاه به نفع ایران بود. چالش علنی بین مصدق و شاه تیر ماه سال 1331 بروز کرد. مصدق از شاه خواست که تعیین وزارت جنگ را به او بسپارد. شاه که به طور سنتی وزیر جنگ را انتخاب می‌کرد، نپذیرفت. استعفای مصدق در 25 تیر آخرین امید انگلیس برای کنار گذاشتن قانونی او بود. قوام چهره نزدیک به انگلیس نخست وزیر شد. اما در مقابل ائتلاف جبهه ملی، حزب توده و اصناف و روحانیون دوام نیاورد. تظاهرات 30 تیر با حضور مؤثر نیروهای حزب توده به خشونت کشیده شد و 10 نفر کشته شدند. قوام استعفا داد و چند روز بعد محمد مصدق بار دیگر نخست وزیر شد. موضع آمریکا به انگلیس اعلام شد. مصدق حالا قوی تر از شاه شده، چه بین مردم و چه در مجلس. وزارت خارجه آمریکا گفت نپذیرفتن مصدق اشتباهی بزرگ است. اما انگلیس راهی دیگر را در پیش گرفت. طراحی کودتای نظامی علیه مصدق. این طرح شامل تصرف نقاط کلیدی شهر توسط واحدهایی بود که ما فکر می‌کردیم به شاه وفادارن و ضد مصدق. گرفتن ایستگاه رادیو و غیره، نقشه کلاسیک. چرچیل در دیدار با برادران دالس که در دولت جدید آمریکا وزیر خارجه و رئیس CIA شده بودند، این کشور را هم همراه کرد. تظاهرات 30 تیر خیلی نقطه مهمی بود. چون تعداد توده‌های شرکت کننده بیشتر بود، آمریکایی‌ها خطر را بیشتر احساس کردند. اردیبهشت سال 1332 یک حادثه تکان دهنده اتفاق افتاد. تیمسار محمود افشارتوس، یکی از عمرای وفادار به مصدق که رئیس شهربانی تهران شده بود، روبوده شد و به قتل رسید. او قبل از قتل به شدت شکنجه شده بود. آیا باز هم کار انگلیسی ها بود؟ بله، اما قرار نبود کشته بشه. 20 تیر ماه چرچیل و آیزنهاور دیدار و انجام کودتا را تایید کردند. حالا زمان راضی کردن شاه به کودتای نظامی فرا رسیده بود. داربیشایر و همتایان آمریکاییش سراغ کسی رفتند که از نظر احساسی روی شاه تأثیر داشت. خواهرش اشرف.
این زمان نقش اشرف خیلی مهم بود. گذاشتم پول به دستش برسه. همه چیز آماده بود. اما کودتا انجام نمی شد. آنها منتظر یک چیز بودند. خیلی ساده. امضای شاه. شاه برای اطمینان از طریق خواهرش خواسته بود رادیو بی بی سی پیام رمزی پخش کند تا او مطمئن شود انگلیس واقعا مصمم است. انجام شد. قرار بود تیم کودتا در ارتش مصدق را دستگیر کنند و فضل الله زاهدی با حکم از قبل نوشته شده شاه نخست وزیر شود. اما در تیم کودتا یک افسر توده‌ای حضور داشت. او ماجرا را به مصدق اطلاع داد. کودتا شکست خورد و شاه که به رامسر رفته بود به عراق و سپس روم رفت. کرمیت روزولت نماینده آمریکا در عملیات کودتا عصبانی و ناامید شد. از اینجا به بعد کار را داربیشایر و تیم انگلیس پیش بردند با کمک ورزشکاران زورخانه‌ای و اوباش. همه چیز با به آتش کشیدن دفتر روزنامه باختر آغاز شد. بعضی از زورخانه ها قلدرهایی بودند که آیت الله کاشانی روشون نفوذ داشت. به لطف کاشانی ما تونستیم از اونا تو خیابون به عنوان اوباش استفاده کنیم. وقتی دفتر روزنامه هوادار مصدق رو آتش میزنید، اوباش بیرون میان و به تظاهرات حمله میکنن. این مثل گلوله برفی بود که ما میخواستیم و جواب داد. انگلیس کاری را که خودش شروع کرده بود خودش به پایان رساند. این بار کودتا با موفقیت انجام شد و شاه فاتحانه به کشور بازگشت. پایان مأموریت یکی از مرموزترین عوامل MI6 در ایران. مجتبی پورمحسن.